برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، با هشدار نسبت به بدتر شدن شرایط بهداشتی در سراسر کشور آفریقایی سودان اعلام کرد که بیش از 3.2 میلیون نفر در داخل این کشور آواره شدند. وی افزود آژانس‌های بشردوستانه افراد بیشتری را در اردوگاه‌ها، نقاط مرزی و مراکز حمل و نقل قرار دادند تا با شناسایی سوء تغذیه کمک کرده و سایر خدمات را ارائه دهند. این سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که محموله‌های غذایی به دست آمده را میان 15,000 نفر در روستاهای دورافتاده در سودان توزیع کرده است. دیدبان آب و هوای کوپرنیک وابسته به اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 17 مرداد اعلام کرد که ماه ژوئیه 2023 میلادی به عنوان گرم‌ترین ماه در طول تاریخ سراسر جهان ثبت شده است. بر اساس گزارش ماهانه این مرکز مربوط به تغییرات آب و هوایی، دمای هوا در ژوئیه گذشته از دمای گرم‌ترین ماه که در ژوئیه 2029 میلادی به ثبت رسیده بود، حدود 1.5 درجه سانتیگراد فراتر رفت. بر اساس این گزارش، بسیاری از بخش‌های نیمکره شمالی موج‌های گرمایی را تجربه کردند که دمای آن در بیشتر مناطق قطب جنوب بسیار بالاتر از میانگین است. همچنین در ماه گذشته، میانگین دمای جهانی سطح دریاها نیز به رکورد بی‌سابقه‌ای رسید. دمای هوا در دریای شمال 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین آن ثبت شد. یخ دریای قطب جنوب در ماه جولای به پایین ترین سطح خود رسید و 15% کمتر از حد متوسط بود. محمد بن حسن بن علی بن حسن، مشهور به شیخ طوسی و شیخ طائفه، از مشهورترین محدثان و فقیهان شیعه است. شیخ طوسی در رمضان سال 385 هجری قمری در طوس، یکی از شهرهای خراسان، متولد شد و در روز 22 محرم سال 460 هجری قمری در سن 75 سالگی در نجف اشرف درگذشت. شیخ طوسی نویسنده 2 کتاب التهذیب و الاستبصار از کتابهای 4 گانه حدیثی شیعه است. اثر مهم شیخ طوسی در تفسیر قرآن، کتاب التبیان فی تفسیر قرآن را میتوان برشمرد و از آثار مهم فقهی او کتابهای نهایه، الخلاف و المبسوط، شامل نظرات و نوشته های فقهی او مورد توجه فقیهان شیعه است. او تحول در اجتهاد شیعه را آغاز کرد و مباحث آن را گسترش داد و در برابر اجتهاد اهل تسنن به آن استقلال بخشید. نامدارترین شاگرد او ابو صلاح حلبی است.